فصل 11. به من چوب بلندی که مانند چوب اندازه‌گیری بود دادند و گفتند برو معبد خدا و مذبح را اندازه بگیر و عده عبادت کنندگان را بشمار، ولی با محوطه خارج معبد کاری نداشته باش، آن را اندازه نگیر، زیرا به ملل غیر یهودی واگذار شده است. و آنان به مدت 42 ماه شهر مقدس را پایمال خواهند کرد. من دو شاهد خود را مأمور خواهم ساخت، دو پلاس پوش که در تمام آن 1260 روز نبوت خواهند کرد. این دو نفر همان دو درخت زیتون و دو چراغی هستند که در پیشگاه خداوند زمین می‌ایستند. اگر کسی بخواهد با آنها آزاری رساند، از دهان آنان آتش بیرون می‌ریزد و دشمنانشان را می‌سوزاند. به این ترتیب هر که در پی آزار آنها باشد کشته می‌شود. این دو نفر قدرت بستن آسمان را دارند، به طوری که در مدت نبوت آنان باران نبارد، و قدرت دارند که چشمه‌های آب را به خون مبدل سازند و زمین را هر زمان که بخواهند به بلایی دوچار سازند. و آن زمان که شهادت خود را به پایان رساندند، آن حیوان وحشی که از چاه بی انتها می‌آید با آنان جنگ خواهد کرد، آنان را شکست خواهد داد و به قتل خواهد رسانید. نعش‌های آنان در خیابان آن شهر بزرگ که به کنایه صدوم یا مصر نامیده شده است خواهند افتاد، همان جایی که خداوند آنها نیز مصلوب شد. به مدت 3 روز و نیم مردمان از هر امت و قبیله، از هر زبان و ملت بر اجساد آنان خواهند نگریست و نخواهند گذاشت آنان دفن شوند. به خاطر مرگ این دو نفر تمام مردم روی زمین خوشحال خواهند شد، جشن خواهند گرفت و به یکدیگر هدیه خواهند داد، زیرا این دو پیامبر تمام مردم روی زمین را معذب می ساختند. در پایان این 3 روز و نیم روح حیات از جانب خدا بر آنان وارد آمد و آنها به روی پای خود ایستادند و تمام کسانی که این واقعه را دیدند سخت وحشت کردند. آنگاه آن دو صدای بلندی از آسمان شنیدند که با آنان می گفت به اینجا بیایید. و آنان پیش چشم دشمنان خود در ابری به آسمان رفتند. در همان لحظه زمین لرزه شدیدی رخ داد و 1/10 شهر فرو ریخت و 7000 نفر در آن زمین لرزه کشته شدند. و آنها که زنده ماندند وحشت کردند و خدای آسمان را تمجید نمودند. بلای دوم به پایان رسید و بلای سوم به زودی می رسد. آنگاه فرشته 7 در شیپور خود دمید و صداهای بلندی از آسمان به گوش رسید که می گفتند فرمان روای جهان به خداوند ما و مسیح او رسیده و او تا به ابد سلطنت خواهد کرد. و آن 24 پیر که در برابر خدا روی تختهایشان نشسته بودند، روی بر زمین نهادند و خدا را عبادت کردند و می گفتند تو را سپاس می‌گوییم ای خداوند خدا، توی قادر مطلق که هستی و بودی، زیرا تو قدرت بسیار عظیم خود را به دست گرفته و سلطنت را آغاز کرده ای. ملت‌ها خشمگین شدند، روز خشم تو رسیده است، اکنون زمان داوری مردگان است، اکنون زمان پاداش گرفتن خادمان تو یعنی پیامبران و مقدسین تو می باشد. کسانی که از تو خوف دارند، چه کوچک و چه بزرگ. زمان آن رسیده است که کسانی که زمین را تباه می سازند از بین ببری. آنگاه معبد خدا در آسمان گشوده شد و در داخل معبد صندوقچه پیمان خدا دیده شد. رعد و برق و زلزله پدید آمد. صداهای مهیب شنیده شد و تگرگ شدید بارید.